پانزدهمین روز بهمن ماه برابر با 4 فوریه، سال 1313 خورشیدی برابر با 1935 میلادی، سنگ بنای دانشگاه تهران گذاشته شد. طرح تأسیس دانشگاه تهران به صورت لایحه قانونی به مجلس شورای ملی ارائه شد و پس از تصویب به مرحله اجرا درآمد. دانشگاه تهران از مدارس عالی آن زمان مانند مدرسه عالی طب و مدرسه حقوق و علوم تشکیل می شد. این دانشگاه در بدو تأسیس شامل 6 دانشگاه به نامهای علوم طبی، انسانی، تربیتی، سیاسی، اقتصادی و فنی بود و ریاست آن از سال تأسیس تا 4 سال بعد بر عهده دکتر عیسی صدیق بود. استقلال دانشگاه تهران از نظر اداری و فنی در زمان وزارت دکتر علی اکبر سیاسی عملی شد و نخستین بار بر طبق مقررات قانون استقلال دانشگاه رؤسای دانشکده ها از میان استادان و با موافقت نظر و رأی آنان برگزیده می شدند. همچنین رئیس دانشگاه نیز از میان رئیس دانشکده ها به رأی شورای دانشگاه انتخاب می گردید. سال 1323 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، تشکیل کنفرانس یالتا با حضور سران متفقین در اواخر جنگ جهانی دوم. کنفرانس تاریخی یالتا با شرکت استالین، روزولت و چرچیل، رهبران شوروی، آمریکا و انگلستان در شهر یالتا در اوکراین برگزار شد تا تسلیم بی قید و شرط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم را بررسی نمایند. اعلامیه نهایی کنفرانس یالتا بیشتر به آینده آلمان و نحوه تقسیم آن و ضوابط تشکیل یک مجمع جدید جهانی یا سازمان ملل متحد اختصاص داشت. درباره آینده لهستان که از ابتدای جنگ تحت اشغال شوروی و آلمان قرار داشت، استالین نظر خود درباره به قدرت رسیدن دولتی نزدیک به شوروی در آن کشور و تغییر مرزهای شرقی آن را به کرسی نشاند و توافق درباره انتخاب حکومت آینده کشورهای آزاد شده از زیر سلطه فاشیسم بر اساس اصول دموکراتیک هیچ گونه تضمینی در بر نداشت. در واقع برنده اصلی کنفرانس یالتا استالین سیاستمدار شوروی سابق بود که با زیرکی روزولت رئیس جمهور آمریکا را تحت تأثیر قرار داد و مسائل مطرح شده در کنفرانس را به نفع خود به پایان برد. سال 1327 خورشیدی برابر با 1949 میلادی، ترور ناکام محمد رضا شاه پهلوی در جریان مراسم سالگرد تأسیس دانشگاه تهران. در این سال مثل همه سالهای گذشته، محمد رضا شاه پهلوی در مراسم جشن سالگرد تأسیس دانشگاه تهران شرکت کرد که با سوء قصد یکی از عکاسان مواجه گردید، ولی آسیبی به وی وارد نشد. پس از این حادثه حکومت نظامی اعلام گردید و تحقیقات درباره ضارب آغاز شد. نتیجه این تحقیقات حاکی از آن بود که ضارب از اعضای حزب توده ایران بود. به همین سبب فعالیت این حزب غیرقانونی اعلام شد و تعدادی از فعالان آن به زندان افتادند. این ترور زمینه بی‌اعتمادی شاه جوان به احزاب چپگرا را فراهم آورد.